سلام دوستان، امیدوارم کارتون خوب باشه. من محمدم، به کانال خودتون، کانال ای فلکس فیتنس خوش اومدین. خب بدون معطلی مثل همیشه بریم سراغ اخبار و اتفاقات امروز و میخوایم با هم دیگه نتایج روز اول تگزاس کاتگوری کلاسیک و آپدیت چند ساعت پیش هادی چوپان رو یه بررسی کوتاه داشته باشیم. از آپدیت هادی شروع کنیم که چند ساعت پیش منتشر کرد و میتونم بگم یه آپدیت واقعا فوق‌العاده بود. بیایم با هم دیگه شات به شات و فریم به فریم اونو با هم دیگه بررسی کنیم که فریم اولش میشه این شات و فیگور هادی که میخواد قبل از این که فیگور جفاز از جلو رو بگیره دستاشو جمع میکنه. دو تا نکته توی این شات وجود داره، یکی توی پایینتنه هادی که سایز 4-3 رانش خیلی خوبه و همینطور از همه مهمتر تفکیک خیلی خوبی داره و توی بالاتنه هم سایز دستا، سرشونه ها و بازوی هادی واقعا خیلی خوب دیده میشه. میتونم بگم تناسب خیلی خوبی بین سرشونه و بازوهای هادیه، یه هارمونی و تناسب خیلی خوبی توی سرشونه و دستاش داره. سینه های هادی هم مثل همیشه خیلی خوبه، فقط اگه دقت کنیم وسط سینه سمت چپ هادی میتونیم بگیم شاید یه ذره یه کوچولو نسبت به قدیم خالی تر شده. حالا جلوتر به فیگور بعدی هادی هم میرسیم که سینش و فیبرای سینش اونجا کامل تک به تک مشخصه. توی پایینتنه گفتم مهمترین چیز تفکیک عالیه 4-3 ران هادیه و نسبت به دریک لانسفورد اگه بخوام مقایسه کنیم، الان دریک توی پایینتنش یه 4-3 واقعا حجمو داره، یه سایز خیلی خوبو داره، جزئیاتش هم متناسبه، اصلا مثل هادی نیستش. ولی خب اینو نباید یادمون بره که دریک لانسفورد یه مشکلی که همیشه داشته اینه که توی آف سیزن توی سالهای پیش ما دیدیم سایز 4-3ش واقعا زیاد میشه و امسال هم از سالهای قبل واقعا سایزش بیشتره. ولی خب نزدیک به مسابقه، هرچی به مسابقه نزدیکتر بشیم، بشه 2 هفته به استیج، بشه 3 هفته مونده به استیج، این سایز 4-3 دریک لانسفورد کمتر و کمتر میشه، سایزش رو از دست میده تا بتونه برسه به کات، چیزیه که توی سالهای پیش ما از دریک دیدیم. حالا باید ببینیم که امسال چطوری میاد. خب بریم سراغ شات بعدی و این فیگور جفاز از جلوی هادی که میتونم بگم واقعا پیک بازوهای هادی عالی شده. سایز ساعداش هم نسبت به قبل، نسبت به سالهای گذشته که یکی از ضعفای هادی بود، خیلی بهتر شده. ما اصلا توی سال 2023 ضعفی رو و همینطور توی سال 2022 ضعفی رو توی ساعدهای هادی نمیدیدیم، چون سالهای قبلش میگفتن داورا که ساعدهای هادی نسبت به بازوهاش کوچکتر بوده، ولی خب توی این 2 سال اخیر ساعداش پیشرفت خیلی خوبی داشته. سایز بازوش خیلی خوبه، پیک عالی داره. اگه بخوام با بازوی همین الان دریک لانسفورد مقایسه کنم، شیپ و شکل بازوی هادی خیلی بهتره. دریک کاملا یکی از نقطه ضعفاش پیک بازوشه که یه جورایی قله خوبی نداره و بازوش آب نگه میداره، یه جورایی حالت فلت ماننده. زیر بغلاش واقعا خیلی خوب توی این شات بیرون اومده و میتونم بگم بعد اولمپیا 2023 یکی از کارهایی که هادی با هانی رامبود انجام دادن، اومدن روی زیر بغل ها و قسمت بیرونی 4-3 پای هادی کار کردن تا کمر هادی باریکتر دیده بشه و دقیقا همین کارم انجام شد و توی آرنولد کلاسیک امریکا و انگلستان همه گفتن که هادی چوپان چه پیشرفتی داشته، چقدر کمرش باریکتر شده. حتی همین الان هم بعضی از رقیبای هادی و بعضی از رسانه های امریکایی دارن میگن که هادی دوباره نمیتونه به پیک اوهایو، به پیک آرنولد کلاسیک اوهایو برسه. ولی خب به نظر من همین الان هم شیپ هادی خیلی بهتر از اون زمان شده و توی اولمپیای امسال قراره یکی از بهترین نسخه و بهترین ورژن های هادی رو ببینیم. چیزی که هادی هر سال نشون داده اینه که ثبات داشته. هادی از سال 2019 که اومد توی اولمپیا جز 4 نفر 3 نفر برتر بود. تنها سالی که از سومی و 3 نفر برتر اومد بیرون سال 2020 بود که فیل هیس اومد و هادی 4م شد. بعد اون سال دیگه هادی هیچ وقت از 3 نفر برتر اولمپیا دیگه بیرون نرفتش. خب بریم سراغ شات بعدی که هادی فیگور کول رو اجرا میکنه و میتونم بگم فیگورهای جم و فیگور کول یکی از بهترین فیگورهای هادیه و کلن از نمای روبرو بهترین بلنساز حال حاضر جهان بدون شک هادی چوپانه. توی همین فیگور هم اگه خواسته باشیم میتونیم بشینیم تک تک فیبرهای سینه هادی رو بشماریم و همینجا هم اگه خوب دقت کنیم مشخصه که یکم عضلات داخلی سینه سمت چپ هادی نسبت به سینه راستش یک کوچولو کمتر شده و کلن باید بگم این آپدیت کامل هادی کات کاندیشنینگش واقعا فوق العاده است. ما با
هولوش 9 هفته 8 بین 8 هفته تا 9 هفته تا المپیاد فاصله داریم. اگه دقیق خواسته باشم بگم دقیقاً 60 روز تا المپیاد 2024 فاصله داریم و کاتو کاندیشنینگ هادی مثل همیشه عالیه. چگالی عضلانی هادی واقعاً نسبت به دریک سرتره و این غیر قابل انکاره. ولی چیزی که امسال هادی بهش نیاز داره پیشرفت توی عضلات پشتشه. عضلاتی که ما ندیدیم جدیداً هادی ازش آپدیت بذاره و بیشتر آپدیت های اخیر هادی از نمای روبروش بوده. توی سال 2023 هم دلیل اصلی قهرمانی دریک لانسفورد و تونست بالاخره هادی چوپانو شکست بده عضلات بک بی نظیرش بود. و خب بدون اغراق بخوام بگم در حال حاضر دریک لانسفورد جز بهترین عضلات بک تاریخ اولمپیاس، جز 4 نفر و 3 نفر بک تاریخ اولمپیاس. فقط 60 روز تا اولمپیا فاصله داریم و بالاخره پوستر اولمپیا منتشر شد و مثل همیشه عکس بهترین های دسته اوپن روی این پوستره. هادی چوپان و دریک لانسفورد که هر دو نفرشون برای رسیدن به ساندوی دوم قرار امسال بجنگن. نظر شما چیه؟ به نظرتون هادی زودتر به ساندوی دوم میرسه یا دریک لانسفورد؟ نظر تو بدون تعصب توی کامنت ها برام بنویس. خیلی خوب، بریم سراغ نتایج روز اول تگزاس، جایی که گابریل زانکانلی توی کاتگوری کلاسیک فیزیک تونست قهرمان بشه و برای بار دوم جواز المپیا 2024 رو بگیره. گابریل قبل از اینم جواز المپیا رو گرفته بود و با این قهرمانیش توی تگزاس یکی از جوازهای المپیا رو سوزوند. هفته پیشم که توی تمپو اگه گرتون باشه دوم شدش. پشت سر گابریل زانکانلی ماتئوس برزیلی دوم شد و توی تگزاس جنگ برزیلی ها بود و نفر اول و دوم دوتا برزیلی شدن. کلن توی کشور برزیل دسته کلاسیک فیزیک یه جورایی محبوب تر از دسته اوپن و سنگین وزنه. نفر چهارم استیج تگزاس لازلو کرالی شد که واقعا ساختار بی نظیر و چشم نوازی داشت و میتونم بگم این پسر اگه نقطه ضعفاشو برطرف کنه توی سالهای بعد با مربیش پاتریک تور میتونن خیلی راحت جز تاپ 6 کلاسیک اولمپیا حتا باشن. خیلی خوب، این بود از اخبار و اتفاقات امروز. ببخشید اگه من صدا میکم گرفته بود. اگر از ویدیو خوشت اومد لایکش کن و یک کامنت قلبم برام بذار. دم همتونم گرم.